Chief Justice Roberts. قاضی اعظم رابرتس، معاون رئیس جمهور هریس، Speaker Pelosi, Leader Schumer, خانم پولانسی، آقای شومر، مکانول، معاون رئیس جمهور پنس، دوستان محترم و ارجمند من، هموطنان آمریکایی من، امروز روز آمریکا است. امروز روز دموکراسی است. امروز روز تاریخ و امید است. روز احیا، روز عزم. در طول تاریخ آمریکا محک خورده و هر بار آمریکا بر چالش‌های خود فائق شده. امروز ما ارج می‌نهیم نه پیروزی یک نامزد را، بلکه پیروزی یک هدف را، و آن هدف دموکراسی است. اراده مردم شنیده شد. اراده مردم مورد توجه قرار گرفت. ما بار دیگر آموختیم که دموکراسی شکننده است، که دموکراسی گرانبها است، و در این لحظه دوستان من، دموکراسی برنده شد. لذا امروز و در این میدان که چند روز پیش خشونت در صدد برآمد تا بتواند این پایتخت را بلرزاند، امروز همه در زیر سایه خدا و جدایی ناپذیر گرده هم آمدیم تا انتقال مسالمت آمیز قدرت را شاهد باشیم، آنطور که در طول 200 سال گذشته شاهد بودیم. وقتی نگاه میکنیم به پیش رو و به سبک آمریکایی منحصر به فرد خود میبینیم که چگونه جسورانه و با خوشبینی چشم دوخته ایم بر ملتی که میدانیم میتوانیم باشیم و باید باشیم. من متشکر هستم از تمام اصلاف خود در تمام دو حزب‌های مختلف. از ته قلب خودم از شما تشکر می‌کنم. و من می‌دانم استقامت قانون اساسی ما را، و می‌دانم قدرت این ملت را، همون گونه که پرزیدنت کارتر میدانه که دیشب باهاش صحبت کردم ولی امروز نمیتونه با ما باشه، ولی ما از او تجلیل میکنیم به خاطر خدماتی که در دوره خودش ایفا کرد. من سوگند مقدسی را الان ادا کردم، همان سوگند مقدسی که وطن پرستان دیگر ادا کردند، از جمله جورج واشنگتن. اما حکایت آمریکا بستگی دارد نه فقط به شخص ما، نه فقط به بعضی از ما، بلکه به همه ما، چرا که ما مردم آنهایی هستیم که به دنبال یک اتحاد کامل هستیم. این یک ملت بزرگ است. ما مردم خوبی هستیم و در طول سده‌های مختلف فراز و نشیب، در طول صلح و جنگ خود را تا اینجا رسانیم و همچنان مسیر طولانی در پیش داریم. ما راه خود را در پیش خواهیم گرفت. کارهای زیادی است که باید انجام شود. مملو از فرصت. مسائل زیادی است که باید التیام کنیم، مسائلی است که باید بازسازی کنیم، مسائل زیادی است که باید احیا بکنیم، مسائل زیادی است که باید به دست بیاوریم. در طول تاریخ کمتر ملتی به اندازه ما خود را با چالش‌های زیاد مواجه دید. با چالش‌هایی مثل چالش‌هایی که امروز ما روبرو هستیم. هر قرن بیماری‌های مختلف مثل بیماری کرونا الان قربانی می‌گیرد. مثل بحران کرونا که بیش از جانباختگان جنگ جهانی دوم قربانی گرفت. میلیون‌ها شغلی که از دست رفت، کسب و کارهایی که بسته شدند. هدف عدالت نژادی که 400 سال ما به دنبال آن بودیم همچنان یک رؤیایی برای ماست. دیگر این رؤیا را به یک سو نخواهیم نهاد. کره زمین ما برای بقای خود فریاد میزند، به روشنی به ما فریاد میزند. این روزها افراطی‌گری سیاسی، تروریسم داخلی و تروریسم چالش‌هایی هستند که ما با آنها روبرو خواهیم شد و بر آنها غلبه خواهیم کرد. برای فائق شدن بر این چالش‌ها، برای احیای روح آمریکایی و تضمین آینده آمریکا، فقط نیازمند گفتار نیست، بلکه نیازمند یک چیز خیلی مهم در دموکراسی است و آن وحدت است. وحدت. در سال 1863 در ماه ژانویه ابراهیم لینکلن فرمان آزادی را امضا کرد.
وقتی او این فرمان را امضا کرد، من از او نقل می‌کنم و گفت اگر اسم من در تاریخ قرار است ثبت شود، باید برای این فرمان ثبت شود، چرا که من روح خود را بر سر این کار از آن مایه گذاشتم. من از روح خود مایه گذاشتم و امروز در این روز ژانویه من هم از روح خود مایه میذارم برای متحد کردن آمریکا، متحد کردن این ملت، و از همه آمریکایی خواهم خواست که به من ملحق شوند تا بتوانیم این مهم را انجام دهیم. ما باید با دشمنانی که پیش روی ما هستن مبارزه بکنیم. دشمنانی مثل نفرت، مثل افراطی‌گری، مثل بیقانونی، مثل خشونت، بیماری، بیکاری، ناامیدی. با وحدت ما می توانیم کارهای بزرگ و مهمی را انجام دهیم. ما می توانیم به حق برسیم، می توانیم شغل ایجاد بکنیم، می توانیم به کودکان خود در مدارس امن آموزش بدهیم، می توانیم بر یک ویروس کشنده فائق شویم، می توانیم طبقه متوسط را مجددا احیا بکنیم و یک نظام درمانی بدهیم و عدالت نژادی را بار دیگر در آمریکا مستقر بکنیم تا بتوانیم منشأ خیر در جهان باشیم. من می دونم وقتی از وحدت صحبت می کنم شاید به نظر بعضیا یک رویای تحقق نیافتنی و ساده باشد. می دونم نیروهایی که ما را دچار تشتت کردن نیروهای عمیقی هستند، اما این را هم می دانم که این نیروها نیروهای تازه‌ای نیستند. تاریخ ما یک جدال تمام نشدنی از اون آرمان آمریکایی است که همه ما برابر آفریده شدیم و اون واقعیت بیرحمانه نجات پرستی، سنسالاری، هیولاسازی که همه ما را دچار تشتت و تفرقه کرده است. هرگز پیروزی برای ما تضمین شده نیست. در جنگ داخلی، در رکود اقتصادی، در جنگ جهانی دوم، در حملات 11 سپتامبر، فداکاری‌ها، نارسایی‌ها و شکست‌های زیادی را شاهد بودیم، اما همیشه فرشتگان ناظر بر ما بودند. اما در هر مورد وقتی به اندازه کافی به دور هم جمع شده ایم، توانستیم خود را به بالا بکشیم، خود را به پیش بکشیم و امروز هم میتوانیم این کار را دوباره انجام دهیم. تاریخ، ایمان و منطق راه ما را روشن خواهد کرد، راه این اتحاد را روشن خواهد کرد تا بتوانیم به همدیگه به چشم همسایه نگاه کنیم، نه به چشم دشمن، تا همدیگر را با کرامت مورد احترام قرار دهیم، صدای خود را پایین بیاوریم، از خشونت پرهیز بکنیم. بدون وحدت صلحی در کار نیست، هیچ پیشرفتی در کار نیست، فقط عصبانیت و خشم خسته کننده. ملتی در کار نخواهد بود، فقط هرج و مرج. این لحظه تاریخی ماست برای فارغ شدن بر چالش ها. وحدت راه پیش روی ماست. ما باید مانند ایالات متحده آمریکا با این چالش روبرو شویم. اگه ما این کار رو بکنیم، من به شما تضمین میکنم که شکست نخواهیم خورد. ما هرگز 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 در آمریکا شکست نخوردیم. وقتی ما با هم کار بکنیم بر همه چی فائق میشویم. بنابراین امروز در این لحظه و در اینجا بیایید از نو همه چیز رو شروع کنیم. بیاین یک بار دیگر هم به همدیگه گوش بدیم، همدیگه رو به درستی نگاه بکنیم، بیاییم به هم احترام بگذاریم. سیاست ورزی نباید یک آتش شعله ور باشد که هر چیزی را در مسیر خود نابود میکند. هر اختلاف نظر نباید یک دلیل برای جنگ باشد. ما باید این فرهنگ را رد بکنیم که فرهنگی که واقعیات را تحریف میکند، واقعیات موازی ایجاد میکند. آمریکایی‌های من، ما باید متفاوت باشیم، ما باید از اینها بهتر باشیم و من معتقد هستم که آمریکا خیلی از اینها بهتر است. فقط دوربر خودتون نگاه بکنید. ما اینجا در مقابل این بنا نشسته ایم که در زمان جنگ داخلی آمریکا بنا شد. این اتحاد، این جمهوری زمانی در میان مرگ و زندگی دست و پا می زد، اما ما پیروز شدیم و اینجا امروز ایستاده ایم و نگاه می کنیم به این میدان بزرگ، جایی که مارتین لوتر کینگ سخنرانی خود را ایراد کرد و از رویای خود گفت. 108 سال پیش در یک مراسم تحلیف دیگر، هزاران معترض کوشیدند که اجازه ندهند زنان
در رأی گیری شرکت بکنند و ما امروز برای اولین بار می‌بینیم که شاهد سوگند اولین زن معاون رئیس جمهور کامالا هریس هستیم. به من نگین که چیزها نمیتونن تو آمریکا عوض بشن. نمیتونیم که در مقابل گورستان آرلینگتون بیستیم و به یاد نیاوریم قهرمانانی که جان باختند و امروز ما الان اینجا ایستاده ایم. چند روز بعد از اینکه اوباشی با خشونت سعی کردن اراده مردم را خاموش بکنند و در مقابل کارکرد دموکراسی ما سنگ اندازی بکنند، ولی این اتفاق نیفتاد. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد، نه امروز، نه فردا، هرگز، هرگز. به همه آنهایی که از کمپین ما حمایت کردند، من خاشعانه در برابر شما می‌ایستم. همه اونهایی که از ما حمایت نکردند، اجازه بدید من این رو به شما بگم. گوش بدین به من وقتی ما حالا می‌خوایم به پیش بریم. من و صدای قلب من گوش بدین و اگه همچنان با من اختلاف نظر دارین اب نداره. دموکراسی همینه، آمریکا همینه. حق اختلاف نظر داشتن با مسالمت این بزرگترین نقطه قوت این ملت هست. ولی گوش بدین، گوش بدین. اختلاف نظرها نباید باعث تشتت ملی شود و من این را به شما قول میدم. من رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها خواهم بود، همه آمریکایی‌ها. و من به شما قول میدم تا حد ممکن می جنگم برای همه آنهایی که از من حمایت نکردن، همونقدر که خواهم جنگید برای اونهایی که از من حمایت کردند. چندین قرن پیش سنت آگوستین اسقف کلیسای من گفت که مردم یک مجموعه هستند که توسط آنچه با آن عشق می‌ورزند تعریف شده اند. اون مسائلی که ما آمریکایی‌ها با آن عشق می‌ورزیم چی هستند؟ چیزهایی که ما رو به معنی آمریکایی تعریف می‌کند. من فکر کنم بدونم چیه. فرصت، آزادی، عدالت، کرامت، احترام و بله، بله، حقیقت. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته یک درس بسیار دردناکی را به ما یاد داد. یک سری حقایق وجود دارند، یک سری دروغ‌ها وجود دارند. دروغ برای قدرت و ثروت گفته می‌شود. حقیقت از وظیفه میاد. به عنوان یک آمریکایی، به عنوان یک رهبر، رهبرانی که سوگند یاد کردند که از قانون اساسی پاسداری بکنند، که از حقیقت دفاع بکنند و دروغ ها را شکست دهند. من می فهمم که خیلی از هموطنان آمریکایی من آینده را با تأمل و تردید نگاه می کنند، نگران شغل های خود هستند. روح خود را بگشاییم، قلب خود را باز کنیم، اگر کمی شکیبایی نشان دهیم نسبت به هم دیگه، اگر حاضر باشیم که اونجور که مامان من گفت یک لحظه خودمون رو جای دیگری بذاریم. برای اینکه زندگی یک نکته خیلی جالبی داره. ایمان، بعضی از روزها وقتی شما احتیاج به کمک دارید و روزهای دیگه وقتی از ما خواسته میشه که بتوانیم به دیگران کمک بکنیم، این آن چیزی است که ما باید باشیم. اگه ما کشورمان بتونه همین جوری باشه، همین الگو رو در پیش بگیره، ما قوی تر خواهیم بود، پیشرفت بیشتری خواهیم بود، برای آینده آماده خواهیم بود. شاید اختلاف نظر داشته باشیم، اما هموطنان آمریکایی من، در کار و وظیفه‌ای که ما پیش رو داریم محتاج هم هستیم، محتاج به تمام قدرتی هستیم که بتونیم با پشتکار از این زمستان سخت عبور بکنیم. ما وارد بدترین و کشنده ترین دوره این ویروس شده ایم و سیاست ورزی را کنار بگذاریم و این بحران کرونا را با یک به عنوان یک ملت در برابر آن بایستیم. و من به شما قول میدم، همونجور که انجیل گفت، ما شاید بتوانیم در یک شب سختی بکشیم، اما خوشی در صبح صادق دوباره خواهد آمد. تمام همکارانی که من اینجا با آنها
در کنگره انجام وظیفه کرده ایم. همه ما میدانیم که دنیا تماشاگر ماست. برای همین پیام من به همه آنهایی که ورای مرزهای ما زندگی میکنن این است: آمریکا محک خورد، ما توانستیم قوی تر از پیش از این آزمون بیرون بیاییم. ما اتحادهای خود را مجددا احیا خواهیم کرد، با دنیا تعامل خواهیم کرد، نه برای اینکه بتوانیم بر چالش های دیروز فائق شویم، بلکه بر چالش های امروز و آینده فائق شویم. و ما هدایت و رهبری خواهیم کرد، نه فقط با قدرت خود، بلکه با عمل کرده خود. ما یک شریک معتمد برای صلح و امنیت خواهیم بود. همه شما میدونید ما در این ملت، ما در این تاریخ کشورمون با فراز و نشیب های زیادی روبرو بودیم. من به عنوان اولین اقدامم به عنوان رئیس جمهور آمریکا میخوام از همه شما الان یک دقیقه دعا بکنیم برای همه آنهایی که جان خود را در این بحران کرونا از دست دادند. 400 هزار آمریکایی، مادر، دختر، زن، شوهر، همکار، همسایه، ما با آنها احترام می‌گذاریم که به عنوان یک ملت آنها را ارج بنهیم. اجازه بدین در سکوت دعا بکنیم برای تمام این جان باختگان و آنهایی که پشت سر گذاشتیم. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth. A raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. نقش آمریکا در دنیا، وضعیت اقلیمی، یک ویروس کشنده، همه ما را به چالش می‌طلبد. اما همه این چالش‌ها را ما همزمان مواجه با آن می‌شویم. اما این یکی از وظایف و مسئولیت‌های بزرگی است که باید مواجه شویم. بار دیگر محک خواهیم خورد. یک بار دیگر ما باید جسارت به خرج دهیم. کارهای زیادی است که باید انجام دهیم. ولی یک مسئله قطعی است که من را به شما وعده می دهم. ما را قضاوت خواهند کرد، من را و شما را، بر اساس آنگونه که بتوانیم این چالش ها را مدیریت بکنیم. آیا ما می توانیم فائق شویم بر این لحظات سخت؟ آیا می توانیم وظایف خود را ایفا بکنیم تا بتوانیم دنیای بهتری را برای فرزندان خود به ارث بگذاریم؟ من می دانم که ما باید این کار را بکنیم و معتقدم که این کار را خواهیم کرد. وقتی این که این کار را انجام دهیم، حکایت و فصل بعدی تاریخ ایالات متحده آمریکا را خواهیم نوشت. داستان آمریکایی، داستانی که شاید شبیه یک نوای موسیقی باشد، نوای موسیقی که به گوش من می آید، سرود آمریکا. و یک قطعه و یک بیت در این سرود هست که بسیار برای من سنگینی می کند. کارها و چالش های یک سده ما را امروز به اینجا آورده و این میراثی است که برای آیندگان خود خواهیم گذاشت. کودکان ما چه خواهند گفت وقتی روزهای من به پایان رسید؟ ما کجا خواهیم بود؟ آمریکا، آمریکا، من از ته قلب هر چی که داشتم برای تو در طبق اخلاص گذاشتم. اجازه بدهید جزوی از این حکایت پایان ناشدنی باشیم. اگه ما این کار را انجام دهیم، وقتی عمرمون به پایان رسید، فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما خواهند گفت که گذشتگان ما تمام آن چرا که توانستند به کار بردند، التیام بخشیدن بر زخم‌های این ملت. هموطن آمریکایی، من سخنرانی خودم را همان گونه به پایان می‌برم که آن را شروع کردم، که در پیشگاه خداوند سوگند یاد کردم و الان دوباره این سوگند را یاد خواهم کرد. من همیشه با شما صادقانه صحبت خواهم کرد. من از قانون اساسی پاسداری خواهم کرد، از دموکراسی حفاظت خواهم کرد، از آمریکا دفاع خواهم کرد و به همه و به همه شما از تمام وجود خود مایه میذارم. در خدمت شما به قدرت فکر نخواهم کرد، به فرصتها فکر خواهم کرد، به مصالح عمومی فکر خواهم کرد و همه ما در کنار هم داستان آمریکایی امید را خواهیم نوشت. امید، نه ترس، از وحدت، نه تشتت، از روشنایی، نه تاریکی، داستان کرامت و احترام، عشق و التیام، بزرگی
بگذارید این داستانی باشد که رهنمای ما باشد، داستانی که الهام بخش ما باشد، داستانی که تا قرن‌های آینده و دوران آینده یادآور این باشد که ما توانستیم بر چالش‌های لحظه‌ای خود در دموکراسی، عدالت و آزادی فائق شویم و هیچ کدام از اینها نمردند در کشور ما، بلکه رشد پیدا کردند، بلکه عدالت و آزادی آمریکایی بار دیگر توانست به عنوان الگویی برای سراسر دنیا بدرخشد و آن چیزی است که ما امروز برای آن اینجا ایستاده ایم. ما یک آمریکایی‌ها در طول نسل‌های متمادی، لذا الان با عزمی راسخ ما این وظایف خود را ایفا خواهیم کرد، با ایمانی راسخ، با اعتقادی قوی برای کشوری که با تمام وجود دوستش داریم. امیدوارم آمریکا کشور ما و نیروهای ما را مشمول رحمت خودش قرار دهد. متشکرم آمریکا.